سلام عرض خسته نباشید خدمت تمام دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر جای دنیا، هر جای تهران، هر جای ایران که هستی خوش و پایدار باشید. سیاوش سینا هستم در خدمت شما در زمینه آموزش تضمینی ارگ در مدت زمان 5 ماه کاملا تضمینی با شماره تماس 0921-241-44-30 0936-449-1296 0919-88-90-183. خب دوستان، اینم یه آهنگ شاد بندری و زیبا که البته من باز به صورت مجلسی ندادم، به صورت کاملا حالا به صورت یه خورده ملایمتر دادم، ولی توی مجلس اینجوری کار نمی کنن و دور باید حداقل بعد دور 7 تا 8 بالاتر باشه که اون انرژی و اون شور و هیجان رو به مجلس بده. حالا انشالله در آخر ویدیو بهتون میدونم اتیکش که ببینید دور بالا چقدر هیجانش بیشتره. خب دوستان، اینم یه آهنگ زیبایی بود که تقدیمتون کردم. البته من باز بگم، میگم تو تمام ویدیوهام گفتم این کارهایی که میزنم همه به صورت یه اتود، یعنی نمونه آموزشیه برای عزیزانی که میخوان کار منو ببینن. و اینکه بارها و بارها گفتم هیچ وقت با یه اود نمیشه واقعا بیای یه آهنگی رو اجرا کنی که توش شاید 5 تا 6 تا ساز زندهه. شاید من بخوام از این بار خیلی کارا توی کیبورد انجام بدم، ولی خب کیبورد همچه قابلیتی نداره که من بخوام انجام بدم و خب آزاردهندهه. و اینکه فقط میتونم در حد همون مجلسی و کنسرتی اجرا کنم. به هر حال اشاره که لذت برده باشید دوستان. 6 تا نکته، اولین نکته، عزیزانی که مایلن پکیج کامل ویدیوی آموزشی ما داشته باشن در خدمتشون هستم. نکته دوم، دوستانی که مایلن پکیج کامل ریسازی رو داشته باشن میتونن با شما هم در تماس باشن که این پکیج کامل ریسازی کاملا هم برای اوی مفیده، هم برای کسایی که بعدها میخوان نوازنده بشن و برنامه های FL و Cubase رو نهوند و کار کنن بتونن راحت تنظیم کنن. خیلی واقعا واسهشون کاربرد داره. نکته سوم، دوستان این نوازندن ایرادای خاص دارن، با این دوستان فقط به صورت ایرادگیری کار میشه. نکته چهارم، عزیزانی که تازه میخوان این کارو شروع کنن اون بخرن آموزش ببینن میتونم راهنماییشون کنم. نکته پنجم، دوستانی که خواننده هستن در زمینه آهنگسازی تک ترک و آلبوم در خدمتشون هستم. اما نکته ششم، عزیزانی هستن حالا چه به خاطر مشغله کاری، چه به خاطر حالا به هر حال شاید دوست ندارن، شاید نمیتونن، وقت ندارن که بخوان از پای پکیج کار کنن، فقط میخوان آهنگی کار کنن. با این دوستان فقط آهنگی کار میکنم و زیر 20 آهنگ هم کار نمیکنم. 20 آهنگی به دلخواه خودم مخصوص هنرجو با کیفیت خوب با توضیحات عالی اجرا میکنم، با دید عالی، با تمپوی ملایم که عزیزان یه بار دیدن دو بار دیدن بار سوم بتونن بزنن. و نقطه بعد، دوستانی که الگوی کورگ یا ماها رولند دارن، ستهای جدید میخوان، یا عزیزانی که میخوان ستهاشون رو تبدیل کنن، یا دوستانی که میخوان با حالا یاد دارن با الگوی توی گوشی iOS یا اندروید کار میکنن، ستهای الگوی توی گوشی رو میخوان، من در خدمتشون هستم. خب عزیزان، من ورامین هستم. دوستانی که ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، روستاهای ورامین، طرفهای گرمسار، طرفهای خیلاباد، قرچک، مناطق بزرگ تهران، اطراف افسدیه، رباط کریم، چهریزک، حالا اسلامشهر، با این دوستان حضوری در 38 جلسه کامل و عزیزانی که خارج از تهران یا خارج از ایران هستن تو 31 استان ایران، حالا من چند تا از شهراشم بگم: مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، ارومیه، لرستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، کرج، شمال ایران، شهرهای بزرگ شمال، شهرهای بزرگ جنوب، زاهدان، سیرجان، کرمان، رفسنجان،
مشهد دیگه خدمت رو ارز کنم، شمال ایران، جنوب ایران، شهر، قد، هر روستایی، هر شهرستانی و به قول خودمون هر دهاتی هستن تو ایران و حتی دوستانی خارج از کشور تو کشورهای دیگه هستن، با این دوستان به صورت غیر حضوری در 38 تا ویدیو کامل کار میشه و پکیج کامل ریسازی هم به همین شکل، فرقی نمیکنه. شاید دوستان براشون خیلی سوال باشه که اونه حضوری چی و غیر حضوری چیه. عزیزان اصلا ما حضوری نداریم، دوستانی که من گفتم راشون نزدیکه میان پکیج رو میگیرن و میرن و در ماه یک جلسه برای ایرادگیری میان. همون پکیج هم برای دوستان غیر حضوری ما ارسال میکنیم و تمام ایرادگیری هاشون رو شبکه‌های مجازی انجام میدیم. هیچ فرقی نمیکنه، هیچ کم و کسی تو کار نیست، هیچ مثلا اونی که میاد پکیج حضوری میگیره چیز اضافه‌ای بهش نمیدیم. همون پکیجی که به عزیزانی که حالا حضوری میان میگیرن میرن در ماه یک جلسه برای ایرادگیری میان، همون پکیج رو برای دوستان خارج از تهران، خارج از کشور ارسال میکنیم. چه پکیج ریسازی، چه پکیج آموزش اوجفی، هیچ فرقی نمیکنه. و اینکه خب یه عزیزانی هم هستن اصلا نزدیک بندن نمیتونن میان پکیج رو بگیرن، از طریق شبکه‌های مجازی باشون کار میکنم و الان 95% کلن، شاید بگم 98% دارم کلن، حالا اونایی هم که راشون نزدیکه 98% دارم با دوستان و از طریق شبکه‌های مجازی کار میکنم و خدا رو شکر خیلی زیبا و عالی دارن جواب میگیرن. و اینکه مهم پشت کار علاقه هنرجوه، مهم اینه که هنرجو خوب کار کنه، عالی کار کنه. من بارها گفتم علاقه و پشتکار هنرجو رو میخوام. یه مبحثایی هست توی آموزش نیست، اصلا نباید بگی، گفتنی نیست، تجربه کاریه. اما من در اتمام دوره اینا رو به هنرجو میگم، چیزایی که نباید بگم و میگم، فوت و فن کار رو میگم، ریز و بم کار رو میگم که دوستان واقعا، حالا یکی میخواد این کار رو انتخاب کنه برای مجلس، یکی میخواد استودیو بزنه، یکی میخواد برای دلش کار کنه، یکی میخواد تو مراسمای فامیلی بره. به هر حال این آموزش ارگو هر کسی به هر طریقی میخواد آموزش ببینه، اونم علمی و اصولی، خب دیگه بعدها میتونه راه خودش رو انتخاب کنه، بره مجلس، نره واسه خودش کار کنه، آهنگسازی کنه. و مبحثایی که من با هنرجو کار میکنم، تئوری موسیقی، پنجه قوی کردن، مراحل آکوردشناسی، مراحل گامشناسی، مراحل گامنوازی، مراحل آهنگسازی و چیزی که 99% از دوستان آرزوشونه بهش برسن، قوی کردن گوش هنرجو به صورت که هنرجو بتونه هر آهنگ به روز تو بازار اومده راحت در بیاره، آهنگ 40 سال پیش رو در بیاره، هر آهنگی رو که اراده کرد راحت در بیاره، هر نوت اصولی رو که به اشتدن راحت بزنه، نوتی که اصولی باشه، نوتی که 7 تا بمول داشته باشه، نوتی که 5 تا دیز داشته باشه، اینا رو باید بدونن، اینا مهمه. این چیزا هنرجو رو یه نوازنده قدر و بی‌نظیر میکنه. توی مجلس کسی که واقعا حالا یکی تماس بگیره میگه من میخوام آموزش ببینم ولی قبلا دوره دیدم، میگم خب چیا کار کردی؟ میگه 20 آهنگ بلدم. با این روش کسی نمیتونه توی مجلس بره. مجلس کار هر کسی واقعا نیست، فقط مجلس کار اون افرادیه که دارن اصول کار میکنن و پایه کار میکنن و علم کار میکنن و واقعا تو مجلس کم نمیارن، عالی دارن کار میکنن. و متاسفانه خیلی از دوستان تماس میگیرن میگن ما آموزش هایی که دیدیم، دوره هایی که رفتیم، کلاس هایی که دیدیم تا الان، هر جایی که رفتیم فقط به ما یه آهنگ دادن گفتن برو بزن، یا گفتن الان دست ما فیلم بگی برو این آهنگو تو خونه بزن، یه نوت فارسی نوشتن گفتن برو بزن. عزیزان این روش ها روش هایی نیست که هنرجو رو بخواد نوازنده بکنه، واقعا روش های اشتباهیه. هنرجو خودش باید ملودی در بیاره، هنرجو خودش باید قطعه بنویسه، هنرجو خودش باید نوت‌های خیلی سخت رو بزنه، هنرجو آهنگسازی باید بکنه، هنرجو باید ریسازی باید انجام بده، تمام این مراحل خودش باید انجام بده. کلاسایی که هنرجو میره بهش یه آهنگ میدن میگن برو بزن، حالا دیگه تازگی ها یه آهنگو تو 3 جلسه به هنرجو میدن، این یه خیلی جالبه، اصلا تعجبه
یه آهنگو بیای در سه جلسه به هنرجو بدی. مراحل کلن اشتباهه و خیلی از عزیزان شاید سالها و سالها دارن کلاس میرن، نتیجه این نگرفتن، دستگاه رو گذاشتن گوشه خونه و شاید بعضی ها اصلا درسرد شدن، از کار زده شدن، بعضی ها دنبال کار خوب میگردن. و بحثای من فقط برای کسایی که واقعا عاشق این کارن و میخوان این کار رو با دل و جون ادامه بدن. و من با اون عزیزان میخوام کار کنم، میخوام با اون عزیزان آموزش شروع کنم، نه با کسایی که فقط میخوان چهار تا آهنگ بزنم میگم ما نوازنده ایم. نه، تو مجلس رفتن، تو استیج رفتن، تو کنسرت رفتن، تو استودیو رفتن کار هر کسی نیست. باید واقعا پر باشی که بتونی بری. منم هنرجوامو پر میکنم و نه تنها توی آموزش، بلکه بعد از اتمام دورم به عنوان همکاری من در خدمت هنرجوام هستم. هر سوالی باشه، الان هنرجو دارم یه نوازنده شده، بعد از 10 سال باش در تماسم، هنرجو دارم نوازنده عالیه، بعد از 7 سال هنوز باش در تماسم، چون سوال براش پیش میاد، مشکل براش پیش میاد، ولی واقعا بی نظیره. خب من یه تیکه از این کار رو بذارم مجلسیشه، بذارم شما ببینید. این الان مجلسیشه دوستان. خب ببینید، این الان کار مجلسیه. تو مجلس این کار اینجوری میذارن. گفتم قبلا، گفتم هر چقدر تمپو بره بالاتر، این پنجه بعد هنر خودش نشون بده، نباید کم بیاره. تو هر دوری فرقی نمیکنه، پنجه بعد بازی و هنر خودش نشون بده. خب خوشگلی آهنگ از بین میره. و خب الان ببین من یه کار دیگه بهتون بدارم. ببینید الان این کار،
نمیشه واقعا تمپو رو زیاد ببری بالا، ولی رو پنجه خیلی شما باید کار کنه. الان من یه اینجا ببینید، الان مثلا یه گام میخوام الان بهتون بزنم، ببینید پنجه باید اینجوری باشه. این یه چیزی بده، به این میگن گام نوازی.